درود به شما همراهان در این ویدیو تحلیلی داریم بر انتخاب جانشین خامنه ای و قوت گرفتن احتمال اعلام جانشینی مشتبه خامنه ای پس از مرگ پدر لطفا برای حمایت از کانال با لایک، کامنت و به اشتراک گذاری در انتشار آگاهی و دیده شدن این ویدیوها سهیم باشید روزها یکی از موضوعات مهمی که مورد نقد و اظهار تحلیلگران سیاسی ایران است، مسئله جانشینی رهبر جمهوری اسلامی است. به عبارتی سوالی که مطرح شده است این است که چه کسی عبای دیکتاتور را بر دوش خواهد انداخت؟ در یک سال گذشته چهره در هم فرو رفته صدای گرفته و بی‌حوصلگی در سخنرانی‌های علی خامنه‌ای رهبر حکومت ایران به وضوح دیده می‌شود این نگاه اون نگاه واقعی است بنابراین توصیه اول و مهم من این است که مجلس حالا شما که در سال چهارم هستید در این یک سال و کل مجالس دیگه حالا چه شما باشید چه دیگری نگاه بایستی نگاه همکاری و همافزایی باشید خامنه ای از آخرین بازمانده های گروهی است که در حلقه یاران روح الله خمینی بودند و قدرت را پس از شورش 57 مصادره کردند. او که در آغاز تشکیل حکومت دیکتاتوری اسلامی به رهبری روح الله خمینی که با برنامه ریزی و نقشه اکبر هاشمی رفسنجانی مستحکم شد، سیاست مداری کم رنگ و در هاشیه بود. خیلی زود با حذو و ترور رقبا خود را به صندلی کنار خمینی رساند و در نهایت با شوبدبازی بازی رفسنجانی در سال 1368 به عنوان رهبر موقت جمهوری اسلامی معرفی شد. آیا آقا با آقای خامنه ای تا رفراندوم البته این موقت دامی تا اون موقع موافق <applause> هستن قیام بکنن باید بیشتر پشت این عدد باید روشن اما این رهبری موقت نه تنها دائمی شد بلکه چند نفر از حامیان اولیه خود را حذف و به درک واصل کرد از جمله اکبر رفسنجانی که بعد از مدتی خطری بالقوه برای رهبر جدید محسوب میشد اکنون سی و چهار سال از انتخاب او به عنوان رهبر موقت گذشته و او قدرت مطلق حکومت است اما به نظر میرسد به زودی تغییر و تحولاتی مهم در زمامداری رژیم ایران اتفاق بیفتد. این همان چیزی است که خامنه ای در دو دهه گذشته تلاش کرد تا پس از مرگ تنها یک نام در فهرست دیکتاتورهای مرده نباشد. بنابراین برای او فرایند گزینش جانشین بیش از آن که با مناسبات قدرت پیوند داشته باشد موضوعی شخصی است. یعنی پروژه‌ای که خروجی آن باید تداوم میراث رهبری او باشد. دقیقا به همین شکل و روش. رد پای این برنامه ریزی را, می را می توان در سخنرانی او در اسفند 1402 در زمان دیدار با اعضای دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری به وضوح دید. او در سخنرانی کم سابقه خود مهمترین وظیفه مجلس خبرگان را عنوان کرد. اگرچه در حقیقت اعضای خبرگان در گزینش رهبر کاری نخواهند بود و فقط مهر رسمی آنها پای سند جانشینی که از قبل تعیین شده خواهد خورد. خامنه ای در آن سخنرانی گفت مجلس خبرگان در ها و هایی که خواهند داشت باید مراقبت کند که اصول ثابت جمهوری اسلامی مورد قفلت قرار نگیرد این خیلی مهم است یعنی انتخاب رهبری با رعایت و ملاحظه اصول ثابتی باشد که در جمهوری اسلامی آن اصول ثابت است خب مجلس خبرگان مهمترین کار رو در واقع بر عهده داره تعیین رهبری و مراقبت از حفظ صلاحیت رهبری روز به کارهای بزرگی است یعنی بزرگترین شاید بزرگترین کار باشه در مدیریت جامعه ایرانی در جمهوری اسلامی این رو باید مراقبت بکند مجلس خبرگان که اصول ثابت جمهوری اسلامی در گزینش و انتخاب هایی که خواهد داشت مورد غفلت قرار نگیر این خیلی مهم خلاصه این سخنان که خطاب به اعضای خبرگان رهبری بیان شد این بود که رهبر سوم کسی خواهد بود که روش و منش خامنه ای را ادامه دهد آنچه او کرد نامش اصول ثابت جمهوری اسلامی است و هر کسی که خیال تجدید نظر طلبی به سرش بزند در آینده پس از مرگ وی جایی در قدرت نخواهد داشت باید گفت که رهبر کنونی جمهوری اسلامی این درس را از روزها آموخته جوزف استالین که روزگاری نماد قدرت مطلقه در اتحاد جماهیر شوروی بود وقتی قلبش از حرکت ایستاد به سرنوشتی دچار شد که خامنه ای نگران تکرار آن است نیکیتا خرشچوف جانشین استالین در کنگره بیستم حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی یک سخنرانی محرمانه داشت که خیلی زود خبر آن به رسانه های غربی رسید اصل و اساس آن سخنرانی انتقاد بیپروا از زمامداری استالین و بیرحمی و شخصیت او بود. سخنرانی خراشوف روندی را در اتحاد جماهیر شوروی شروع کرد که بسیاری از تاریخدانان آن را آغاز فروپاشی شوروی سابق می‌دانند. این همان چیزی است که خامنه ای از تکرارش در جمهوری اسلامی می‌ترسد. شخصیت و روش زمامداری بیرحمانه رهبر جمهوری اسلامی دقیقا آن چیزی است که برای او مهم است تا جانشینش پس از وی ادامه دهد. یعنی بدون تغییر رویه سایه رهبر فعلی باشد. علی خامنه ای در دو دهه گذشته به دنبال کسی بود که او را مرشد و راهنمای مطلق خود بداند. به اصول و روش زمامداری او پایبند باشد و آنچه او کرد را ادامه دهد. اما چطور میتوان اطمینان داشت که امروز خاک پای رهبر را سرمه چشم می کند؟ فردای پس از مرگ او نیز به همان روش باقی بماند. چرا که با نگاهی به تاریخ روسیه می تواندید که خروشوف هم در زمان حیات استالین نقشی مشابه همه افرادی ایفا کرد که اکنون در حلقه مریدان اصلی خامنه ای اند. هم چشم گوش بسته از هر آنچه استالین فرمان میداد اطاعت میکرد. او در دوران حیات استالین حتی در خفا ذره ای از ساحت قدسی دیکتاتور انتقاد نکرد ولی روش او پس از آنکه نفس استالین برای همیشه بریده شد کاملا تغییر کرد. مدت هاست به گفته یه تحلیلگران پیش بینی می شود که سال 1403 سال مرگ خامنه ای باشد. نامهای بسیاری در دو دهه گذشته به عنوان جانشینان احتمالی او مطرح شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود شاهرودی، علی اکبر ناطق نوری، حسن روحانی و صادق آملی لاریجانی زمانی در جایگاه اول برای فردای پس از مرگ خامنه ای نشسته بودند. اما تمامی آنها به مرور با اتهامات گسترده فساد اقتصادی به هاشی رانده شدند یا پیش از آنکه خامنه ای بمیرد حذف شدند یا از دنیا رفتند رهبر حکومت ایران سیاست مخصوص خود را دارد او تبدیل شدنش از یک سیاستمدار فرعی و در هاشیه به قدرت اول و دیکتاتوری مطلق را مدیون دو درس و روش کلیدی است اول اینکه اگر مهره ضعیفی هستی باید رقبای بزرگتر را به جان هم بیاندازی تا آنقدر مستحلک شوند که در زمان معود تنها گزینه خودت باشی دوم اینکه در یک سیستم فاسد کسی که نبض تشکیلات امنیتی و نظامی را در دست دارد میتواند همه کار قدرت باشد برای آنکه تخمین گزینه های جانشینی خامنه ای به واقعیت نزدیک باشد باید به سراغ همین مدل برویم چه کسی امروز هم بازیگر اصلی در پروژه حذف رقبا است و هم اجازه دارد به نیروهای نظامی و امنیتی دسترسی مستقیم داشته باشد آیا ابراهیم رئیسی در این حد و اندازه است که بازیگردان چندین بازی پیچیده ای باشد یا گزینه دیگری وجود دارد شاید از بین سیاست در جمهوری اسلامی بتوان چنین گزینه ای را پیدا کرد از سال 1384 تا به امروز هر زمان که سخن از دسترسی نامحدود به نیروهای نظامی و امنیتی و همینطور مهر چینی در نهادهای حکومت و حذف مهرهای قبلی به میان آمد فقط نام مشتبا خامنه ای برجسته شده است او همان کسی است که کارآموزی در مکتب پدر را از آرایش انتخابات ریاست جمهوری 1384 شروع کرد نامه مهدی کروبی در 29 خرداد 1384 به علی خامنه‌ای به وضوح به این موضوع اشاره داشت در آن نامه به روشنی درجه حمایت خامنه ای از مشتبا و دخالت او در امور سیاسی افشا شده بود از طرفی مشتبا خامنه ای سال هاست که کنترل سازمان رسانه ی جمهوری اسلامی یعنی صدا سیما را هم در دست دارد در شهریور 1398 محمد سرفراز رئیس سابق صدا و سیما با انتشار کتابی به نام روایت یک استفا گوشه هایی از نفوذ مشتبه و سپاه پاسداران را در این سازمان و نقش آنها در برکناری خود را افشا کرد سرفراز در آن کتاب نوشت که پس از موافقت علی خامنهای با استفای او با حسین طائب رئیس وقت سازمان اطلاعات سپاه دیداری داشت و به او گفت که مشتبه و سپاه او را وادار به برکناری کردند. او افشا کرد که پیش از استفانیز طی چند دیدار با علی خامنه ای به او تظلم خواهی کرده و در مورد اقدامات مشتبه هشدار داده بود. سرافراز در همین رابطه به رهبر گفته بود که یک حکومت پنهانی در درون حکومت وجود دارد که هم پول، هم رسانه در داخل و خارج و هم ابزار امنیتی دارد و علیه نظام در حال برنامه ریزی است. اما خامنه ای به تظلم خواهی او پاسخی نداد و نهایتا سرفراز نیز مانند کروبی از عرصه قدرت حذف شد. همچنین مشتبا خامنه ای بر نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی هم تسلطی چند لایه دارد. با تشکیل سازمان اطلاعات سپاه در سال 1388 اکنون یک سازمان اطلاعاتی و امنیتی مهم در اختیار دارد که توانسته است وزارت اطلاعات را تا حدود زیادی به هاشیه براند. البته این به آن معنا نیست که خامنه ای و مشتبا بر وزارت اطلاعات تسلط ندارند. اما تشکیل یک سازمان اطلاعاتی در درون یک نیروی نظامی و کنترل مطلق بر آن مزیت‌هایی به مراتب گستردهتر از در اختیار داشتن وزارت خانه ای دارد که می‌تواند با تغییر دولت‌ها رویکردهای متفاوتی داشته باشد. تجربه تمامی حکومت‌های دیکتاتوری برای تسلط بر قدرت نشان می‌دهد که وجود یک سازمان اطلاعاتی در درون نیروی نظامی به معنی تسلط همزمان بر سلاح و عرصه عمومی است. این سازمان برای سرکوب هر نوع مخالفتی یا انتخاب مدیران خودی و سامان دادن به حکومت، قدرتی به مراتب گسترده‌تر از یک وزارتخانه امنیتی جدا از نیروی نظامی کشور دارد. در نتیجه برای رهبر جمهوری اسلامی مشتبا خامنه ای تنها کسی است که مانند خروشوف پس از استالین نخواهد شد چرا که مشتبا در دو دهه گذشته شریک مدل زمامداری پدرش بوده و بسیاری از حذفها، سرکوبها و کشتار مردم معترض در همان دوره ای اتفاق افتاده که او دست پنهان رهبر در اجرای سیاست های نظام بوده است اگرچه این احتمال وجود دارد که او نیز وسوسه خیانت به میراث پدر به سرش بزند ولی زمانی که پسر به دفعات شریک جنایات پدر باشد تغییر روش برایش دشوار خواهد شد مشتبا تنها چهره مهم در زیر عبای خامنه است که چنین نقش و جایگاهی داشته و به نظر میرسد که در آینده پیش از اتمام زمامداری پدرش حضور او در عرصه قدرت پررنگتر خواهد شد بنابراین به نظر میرسد رهبر جمهوری اسلامی در پی فرصتی برای اعلام جانشینی اوست سپاس که تا پایان همراه بودید لطفا نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید و با به اشتراک گذاری ویدیوها در انتشار آگاهی سهیم باشید